سرخط خبرها. سفر یک هیئت طالبان و رهبری ملا غنی برادر به چین برای گفتگو درباره روند صلح افغانستان با مقامات این کشور. نگرانی دکتر عبدالله رئیس اجرایی کشور از سوء استفاده از موضوع آزادی زندانیان طالبان در کارزارهای انتخاباتی. و برگزاری نشست چهار جانبه در اسلام آباد در مورد وضعیت مهاجران افغانستان در ایران و پاکستان. سلام و وقتتان بخیر. با بسته خبری ساعت از نگاه خوش آمدید. امروز دوشنبه 27 جوزای سال 1398 خوشتیز که برابر می شود با 17 ماه جون سال 2019 میلادی. مشروع خبرها. استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان روز دوشنبه در مراسم فاتحخوانی شهدای مقاومت مردمی بهزود اشراق نمود. در این مراسم که در غرب کابل برگزار شده بود، جمع کثیر از شهروندان کابل، اعضای شورای ملی و چهره‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شرکت کرده بودند. استاد محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان شهادت 3 تن از مدافعان مردم را به خانواده ها و مردم بهزود تسلیت گفت. در رویداد مشابه چند پیش در بهزود ولایت میدان بردگ نیز رخ داد، شماره از جوانان به شهادت رسیدند. رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در هان انگام با صدور پیام حمله مهاجمان مسلح و مناطق مسکونی را محکوم و تقبیح نموده و از نهادهای مسئول خواسته بود که جلوه حملات را بگیرند و امنیت و آرامش را به صحه برگردانند، اما تا هنوز اقدام از سوی مسئولان حکومت در این زمینه صورت نگرفته و باشندگان بهزود همچنان زیر تهدید و حملات پی در پی مهاجمان به سر میبرند. در رویداد اخیر که در بخش از ولسوالی مرکز بهزود رخ داد، دست کم 3 تن از مدافعان مردم شهید و 2 تن دیگر مجروح گردیدند. وینی کومار سفیر جمهوری هند در کابل امروز دوشنبه با استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان دیدار کرد. در این دیدار سفیر هند نخست رحلت حضرت آیت الله العظما محقق کابلی را به رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و مردم کشور تسلیت گفت. سپس وی بر حمایت دوامدار هند از افغانستان در سطوح و عرصه‌های گوناگون تاکید کرده و استقرار امنیت و ثبات در افغانستان را به نفع کشورهای منطقه و جهان دانست. سفیر جمهوری هند اظهار امیدواری نمود که افغانستان در سایه همکاری‌های بین‌المللی از چالش‌های موجود عبور نموده و به ثبات پایدار دست یابد. استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح از اظهار تسلیت و همدردی سفیر جمهوری هند سپاسگزاری نمود و نقش هند در فرایند پیشرفت افغانستان را مفید و ارزنده توصیف کرد. رئیس شورای عالی صلح اظهار امیدواری کرد که همکاری های هند با افغانستان در زمینه های بازسازی و نوسازی ادامه یافته و افغانستان به محل برای همکاری تمامی کشورهای منطقه و جهان تبدیل شود. رئیس شورای عالی صلح نقش کشورهای منطقه را در موفقیت روند صلح مؤثر دانسته و اظهار داشت که افغانستان از همه کشورهای یاد شده انتظار دارد که برای موفقیت این پروسه یاری رسانند. و
همچنین برخی از چالش ها و فرصت های پروسه صلح را برشمرده، علاوه کرد که این پروسه نیاز به اجماع منطقوی دارد و هند می تواند در این زمینه افغانستان را یاری رساند. یک هیئت از دفتر سیاسی طالبان در قطر به رهبری ملا عبدالغنی برادر برای دیدار با مقام های چینی به بیجینگ رفته است. یک منبع نزدیک به طالبان به رسانه ها گفته که این هیئت گروه طالبان با مقام های آن کشور درباره گفتگوهای صلح افغانستان و سفرهای زنی خواهند کرد. این منبع که نخواست نامش گرفته شود درباره آژندای این سفر طالبان چیز نگفته است. گروه طالبان تا اکنون سفر ملا عبدالغنی برادر و چین را به گونه ای رسمی تایید و یارد نکرده، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در این باره گفته است که در حال جمع‌آوری معلومات در این باره می باشد. در همین حال سید اکبر آقا، یکی از فرماندهان پیشین طالبان، میگوید که نمایندگان طالبان در دفتر سیاسی این گروه در قطر با سفر به برخی از کشورهای منطقه میکوشند دیدگاه‌هایشان را درباره گفتگوهای صلح افغانستان شریک کنند. و گفته سید اکبر آقا، طالبان نیز تلاش دارند تا پس از توافق صلح همکاری‌های کشورهای منطقه را جلب کنند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور هشدار می‌دهد در صورتی که رهایی زندانیان طالبان شکل کمپاین انتخاباتی بگیرد، در روند صلح مفید واقع نخواهد شد. رئیس اجرایی در نشست شورای وزیران می‌افزاید که رهایی این زندانیان به هدف حسن نیت بوده و نباید این اقدام شکل کمپاین انتخاباتی بگیرد. از سوی هم آقای عبدالله با اشاره بر اشراق در نشست سیکا میگوید که در این نشست با رهبران کشورها دیدار کرده و اجماع کلی برای حمایت از پروسه صلح و مبارزه با تهدیدات منطقوی به وجود آمده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی امروز در نشست شورای وزیران با اشاره بر رهایی صدها تن از زندانیان طالبان میگوید که این اقدام نباید جنبه کمپاینی بگیرد. رئیس اجرایی می افزاید که رهایی زندانیان طالبان نشان دهنده حس نیت حکومت به پروسه صلح بوده و در صورتی که این اقدام شکل کمپاینی بگیرد، تأثیرش را بالای پروسه صلح از دست داده و برای تأمین صلح مفید واقع نخواهد شد. رهایی بندی ها و محبوسین طالب ها به حسن نیت است. البته اگر باز این و اقدامات شکل کمپاینی بگیره و به کمپاین انتخاباتی مرتبط شناخته شود، باز و متأثیر اصلی خود از دست میده. رئیس اجرایی همچنان می افزاید که پروسه صلح بستگی به تمامی باشندگان کشور دارد و یک نفر نمی تواند قهرمان صلح باشد. از سوی هم آقای عبدالله سفر به تاجیکستان و اشتراک در نشست سیکا را پردستاورد می خواند. وی می افزاید که در این نشست با سران کشورهای منطقه دیدار کرده و در نتیجه این دیدارها اجماع کلی برای حمایت از پروسه صلح و مبارزه با تهدیدات منطقه‌ای به وجود آمده است. اجماع عمومی در حمایت از پروسه صلح در افغانستان به میان آمده و هم در ارتباط به تهدیداتی که مشترک است در این منطقه، که میتونه یک فرصت خوب باشه برای وارد کردن فشار بیشتر بر زمین سازی برای صلح و نتیجه بخش شدن گفتگوها. گفتنی است که اجلاس سران کنفرانس تعامل و اعتماد سازی در آسیا یا سیکا هر چهار سال یک بار به اشتراک سران 27 کشور عضو، 8 عضو و سازمان بین المللی ناظر برگزار می گردد. در اجلاس 2019 در شهر دوشنبه به میزبانی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید، سران دول و حکومت‌های کشورهای عضو و ناظر قضایای مهم منطقه‌ای و بین‌المللی را مورد بحث قرار دادند.
قرار است ثلثی جرگه فردا روی سیری یا علنی بودن رایگیری برای تایید یا رد یک رای باطل اعلام شده رایگیری نمایند. برخی از اعضای این مجلس با بیان این مطلب میگویند که اعضای ثلثی جرگه امروز به تفاهم رسیدند که فردا میکانیزم این رایگیری را مشخص نموده و به تنش‌ها در ثلثی جرگه خاتمه دهند. این در حال است که ادامه تنش‌ها در ثلثی جرگه با واکنش تند خبرنگاران نیز مواجه شده و برخی از آنان میگویند که در صورت ادامه این روند پس از این جلسات ثلثی جرگه را تحریم خواهند کرد. تالاری که این روزها نقطه ضعف بزرگ برای دولت افغانستان به شمار می رود. بیش از یک ماه است که با ورود به این تالار فقط صحبت های تکراری را می شنویم. اعضای مجلس در تلاشند و این تنش حل خواهد شد. فعلا وکلا مصروف حل مسائل هستند و یکی چی وقت به نتیجه می رسند و بعدا معلوم می شود. خبرنگارانی که همه روزه برای پوشش خبر نشست های ثلثی جرگه در شورای ملی حضور می یابند نیز به دلیل محدودیت های وضع شده از آنچه که در داخل تالار می گذرد بی خبر می مانند. از آنجایی که این جنجال ها همواره شدید و گاه توأم با فحش و دشنام و حتی درگیری فیزیکی بوده، رسانه ها در نواخر از پوشش خبر نشست ها منع شدند. می گویند قانونگذارانی که قانون حق دسترسی با اطلاعات را ایجاد کردند، اینک خود از این قانون سرباز می زنند. می خواهند که از روی رسانه آفتر ریکارد باشد و ملت افغانستان ایره نفهمه که در پارلمان چی میگذرانه. و هر چیزی که ما شما اطلاع رسانی میکنیم یا خودشان حتی از خودشان صدا برامده که برای ما شرم‌آور است. یعنی به این دلیلش است که رسانه روز بر روز میخواهد که آفتر ریکارد باشه و ما را به این مجبور میسازه که ما سوا روز هیچ چیز حضور نیافیم. هر چی که در پارلمان میگذره در بین خودشان بگذرانند. آنچه که کار به خبرنگاران خسته کن ساخته و به ما جای نگرانی است اوی است که محدودیت هایی است که بالای خبرنگاران و بالای رسانه از سوی پارلمان وضع میشه و سانسور بالای خبرنگاران صورت میگیره. آنچه که در داخل جریان داره ما از بی خبر هستیم و ما به خاطر پوشش خبری که این جمعی ما نمیتونیم درست معلومات بگیریم و به دفتر انتقال بدیم. خبرنگاران امروز نیز همانند گذشته ها از جریان بحث ها در داخل تالار آگاهی ندارند، اما گفته می شود که اعضای ثلثی جرگه امروز به تفاهم رسیدند تا فردا روی سری و یا علنی بودن رای گیری برای تایید و یا رد یک رای باطل اعلام شده رای گیری کنند. امروز این صدا به مپختگی رسیده که برای تعیین سرنوشت یک رای فردا رای گیری می شه و یکی از راه‌های علمی است. در غیر از او فکر میکنم اگر به نتیجه نرسه بازم همو بنبست ادامه خود داشت. خبر خوش این است که ای هست که طرف منازعه قبول کرده که فردا روی رای باطل رای گیری صورت بگیره. من امیدوار هستم که فردا نماینده های ملت بتونن تصمیم خود بگیرن. این در حال است که شمار دیگر از اعضای این مجلس میگویند که موضوع ریاست ثلثی جرگه از همان نخست قابل بحث نبود، اما برخی ها این تنش را تا اینجا کشاندند. بعضی از دوستای را کشیده و جنجال و نمیگذاره که پارلمان کارهای عادی خودش رو بکنه و متاسفانه ما به یک بنبست برخوردیم. حالا به خاطر شکستن این بنبست ما باید به یک راهی، به یک توافقی، به یک تفاهم برسیم. سرانجام پس از بیشتر از یک ماه تنش در ثلثی جرگه گفته می شود که اعضای این مجلس امروز به تفاهم رسیده تا فردا روی سری و یا علنی بودن رای گیری برای یک رای مشکوک رای گیری شود. اینک دیده شود که فردا این رای گیری صورت می گیرد و یا همانند گذشته ها موضوع علنی و یا سری بودن این رای گیری مجلس را به چالش می کشد. ستار شجاعی، تلویزیون نگاه، شورای ملی. نخستین روز نشست چهار جانبه در پیوند به وضعیت مهاجران افغان در ایران و پاکستان روز دوشنبه در پاکستان آغاز شد. این نشست سرزمین افغانستان، ایران، پاکستان و کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برگزار شده است. مسئولان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگویند موضوع محوری این نشست وضعیت مهاجران افغان در ایران و پاکستان
پستان خواهد بود. همچنان قرار است که 4 جانب پس از ختم این نشست بیانیه مشترک را نیز صادر کنند. با گفته آنها مسئله محوری این نشست چگونگی بود و باش مهاجران افغان در ایران است که با گفته او شامل توزیع کارت اقامت قانونی و تمدید زمان کارت‌های اقامت گذشته مهاجران می شود. همچنان برگشت ندادن اجباری مهاجران از ایران و پاکستان خواست دیگر است که از سوی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان در این نشست مطرح خواهد شد. شماره از باشندگان شهر کابل از چگونگی چالش‌های فراراه مردم در زمان برگزاری مراسم‌های گوناگون در خیمه لوجرگا انتقاد می‌کنند. آنان می‌گویند هر از گاه مراسم‌ها و نشست‌های گوناگون در خیمه لوجرگا برگزار می‌گردد که راهبندی‌های طاقت فرسای ناشی از آن و احتمال وقوع حملات راسفکنی شرایط را برای ساکنان اطراف خیمه لوجرگا دشوار می‌سازد. آنان از حکومت می‌خواهند که یا تدبیر درست برای حل این مشکل بسنجند یا خیمه لوجرگا را به مکان غیر مسکونی انتقال دهند. برگزاری مراسم‌های گوناگون در خیمه لوجرگا شماری از شهروندان کابل را با مشکل مواجه کرده است. شهروندانی که در جاده‌های منتهی به این خیمه زندگی می‌کنند یا کسب و کارشان در آنجا قرار دارد می‌گویند برگزاری مراسم‌های مختلف در خیمه لوجرگا برای آنان مزاحمت‌های زیادی ایجاد می‌کند. آنان می‌گویند هر از گاه مراسم‌های گوناگونی در خیمه لوجرگا برگزار می‌شود که راهبندی‌های طاقت فرسای ناشی از آن و احتمال وقوع حملات حراس‌افگنی زندگی آنان را دشوار کرده است. این شهروندان میگویند در چندین مورد حتی مریضانی که وضعیتشان بسیار وخیم بوده به دلیل همین راهبندی ها جانهایشان را از دست دادند. مریض داره، تکلیف داره، سرکار را بند میکنه، نه رای سرک شمالی که سره میمانه، نه رای اکادمی، کل را را بستر مردم خدا را بالا میکنه. تو حکومت هستی، رای ملکی را آزاد بان که اکترا مردم بره مشکلات خود رفع کنه. خیمه لوجرگا برای ما، برای دکاندارا، برای مردم، برای همه که همیجا زندگی میکنن مزاحمت میکنن. وقت کار و بار مردم سرکا بند میشه، مردم به تکلیف میشه. دیگه خود ما که اون دوستای دیگه که مریض میداشته باشه مشکل از برش بشه عبور میکنن. نه انتها را گرفته میتونن، نه جلو انفجار را گرفته میتونن. این همیجا یک روز ما بایسیکل داشتم، محل ما خانه ما در این منطقه است. بایسیکل مرا نمیمونه که مرا بایسیکل میگه بایسیکل نبر، میگه بایسیکل نبر، بی بایسیکل برو. آخر من بایسیکل خود اقلاج کردم، گفتم بگی خواهیم بایسیکل از تو باشه، این خود نه مواد جای با جای میشه نه چیزه. باشندگان محل از حکومت میخواهند که یا تدبیر درست برای حل این مشکل بسنجد یا خیمه لوجرگا را به ساحه غیر مسکونی انتقال دهد تا مردم با مشکل مواجه نشوند. یعنی خیمه لوجرگا بسیار به مشکلات زیاد مواجه هستیم. ما از دولت همی تقاضا رو میکنیم که همی خیمه لوجرگا که اینجا محفلهای خود میگیرن همی را را بند نکنن. بسیار با مشکل هستیم امرای را بندی اینا، مریض خود را انتقال داده نمیتونیم. از دولت خواهش مندیم که لوجرگا را از اینجا یک جای دیگه قرار ببرد، بیخی یا بیخی گم کنیم لوجرگا را، به درد نمیخوره. این انتقادها در حال صورت می‌گیرد که ماه گذشته به دلیل برگزاری لوجرگا مشورتی صلح توسط حکومت یک هفته شهر کابل رخصت بود و جاده‌های منتهی به خیمه لوجرگا هم یا مسدود بود و یا هم عبور و مرور از آنها به سختی صورت می‌گرفت. وزارت صحت عامه از نهادی نشدن فرهنگ اهدای خون در کشور استقبال می کند. مسئولان وزارت صحت عامه در مراسم گرامی داشت از روز جهانی اهدای خون در کابل می گویند که در سالهای اخیر علاقه مندی شهروندان به اهدای خون چشمگیر بوده و این فرهنگ به شکل همه جانبه در حال نهادی نشدن است. به گفته آنان در سال گذشته حدود 210,000 یونیت خون در سراسر کشور جمع‌آوری شده است، در حالی که این رقم در سال‌های قبل به 160,000 یونیت می‌رسید.
وزارت صحت عامه کشور از روز جهانی اهدای خون با شعار خون مسئول برای همه در کابل گرامی داشت به عمل آورد. مسئولان در وزارت صحت عامه با استقبال از نهادی نشدن فرهنگ اهدای خون در کشور میگویند که در سالهای اخیر اهدای خون به گونه چشمگیر میان مردم بیشتر شده است. این ارقام امروز نشان میده که مردم ما نسبت به هر روز دیگر آگاهیشان بلند رفته و فهمیدن که اهدای خونشان نه تنها یک هموطن نیازمند را به اصطلاح حیاتش را تضمین می کند بلکه بر صحت خودش بسیار مفید است. در سال گذشته تقریبا بیشتر از 220,611 نفر با بانک خون مراجعه کردند، با بانک خون مراجعه کرده که تا خون اهدا نماید و از این جمله تقریبا بیشتر از 299,604 نفر ازی واجد شرایط بوده که ما از اینا خونه به حساب عقص کردیم گرفتیم و 127,109 نفر ازی اقارب فامیلا بوده که فامیلی دونر بوده و کسایی که مریض داشتن اونا هم رقم دادن و 82,855 نفر در سطح سر کشور بدون ازی که کدام غرضی داشته باشه، بدون از یک کدام مریض باشه، به شکل والنتیر آمده و به بانک‌های خون مراجعه کرده و خون اهدا کرده. معین وزارت صحت عامه گفت که در سال گذشته خورشیدی حدود 210,000 یونیت خون در سراسر کشور جمع‌آوری شده است، در حالی که این رقم در سالهای قبل از آن به 160,000، 170,000 و 180,000 یونیت خون می‌رسید. معین وزارت صحت عامه افزود در حال حاضر روزانه حدود 70 الی 80 نفر در بانک ملی خون جهت اهدای خونشان مراجعه می‌کنند و این شمار هر روز در حال افزایش است. در کل که ما برای شما گفتیم حدود 210,000 یونیت خون هم از طریق رضاکارا و هم از طریق فامیلایشان به اصطلاح در اینجا اهدا شده، حدود 70 تا 80 نفر روزمره میایه هم خون میگیرن و هم خون میتن. در همین حال نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان از افزایش اهدای خون و ترویج این فرهنگ در میان مردم افغانستان استقبال کرده، نقش این فرهنگ را برای تکامل خدمات صحی در کشور مهم خواند. بهبود روند اهدای خون در افغانستان یک نیاز جدی تا از تلفات بیماران نیازمند با خون جلوگیری صورت گیرد. سازمان صحی متحد است که در بخش صحی با مردم افغانستان همکار باشد و امیدوار است که اهدای خون به یک حرکت مردمی مبدل شود. گفتنیست استاد محمد کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح و معاون پیشین ریاست جمهوری، در سال 1387 خورشیدی با بنیانگذاری بانک خون امام حسین علیه السلام سهم بارزی در نهادی نشدن فرهنگ اهدای خون در کشور داشت. از آن سال به بعد همساله در ایام مختلف سال و ویژه در ماه محرم و عاشورا شهروندان کشور خونشان را به بانک خون امام حسین علیه السلام اهدا می کنند که این خون به مردم نیازمند و زخمیان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور اهدا می شود. باشندگان پکتیا و شورای ولایتی این ولایت از افزایش جرایم جنایی در شهر گردیز این ولایت ابراز نگرانی می کنند. آنان با ابراز نگرانی از افزایش جرایم جنایی می گویند که در این اواخر جرم های جنایی و قتل های سازمان یافته در این شهر رو به افزایش است و با گذشت دو هفته در شهر گردیز به شمول چند سرباز دولتی افراد ملکی نیز به قتل رسیدند. در همین حال شورای ولایتی گردیز نهادهای امنیتی و استخباراتی این ولایت را به بی‌کفایتی و فساد متهم کرده میگوید که باید جلوی چنین نابسامانی ها در این شهر گرفته شود. در ادامه رویدادهای داخلی رویدادهای خارجی را هم دنبال خواهیم کرد، اما پیش از آن گزارش نرخ ارز و وضعیت آب و هوا. یک دلار آمریکایی 80 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی و 30 پول، یک یورو 90 افغانی، یک درهم مراد 21 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 21 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 95 پول،
1000 روپای هندی 1150 افغانی و 1000 روپای پاکستانی 527 افغانی. در خارج از کشور، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که کشورش تا 10 روز دیگر از سقف 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده عبور می کند. بر اساس توافقنامه ایران و قدرت های جهان، موسوم و برجام سطح تولید اورانیوم غنی شده ایران بایستی کمتر از 300 کیلوگرم و ذخایر ایران باید کمتر از این میزان باشد. بیشتر از یک ماه قبل ایران در 8 مه در اعتراض به آنچه که اقدامات ناکافی سایر کشورهای عضو برجام و همچنین خروج آمریکا از آن خوان بخش از اقدامات خود در اجرای این توافق را متوقف کرد. این اقدامات ایران در حال انجام می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از به قدرت رسیدن از توافق هسته‌ای با تهران خارج شد و تحریم های زیاد را علیه تهران وضع کرد. در نتیجه شلیک چند راکت از سوی گروه تحریر شام به سمت روستای در شمال غرب سوریه دست کم 12 غیر نظامی کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه حصر روز گذشته اتفاق افتاد. این روستا در جنوب شهر حلب قرار دارد و در حال حاضر تحت کنترل نیروهای بشار اسد است. بنابر گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، در میان کشته شدگان این حادثه دست کم 5 کودک نیز شامل هستند. بنابر اعلام خبرگزاری رسمی سوریه، این راکت ها توسط هیئت تحریر شام شلیک شدند. این گروه که بیش از این شاخه القاعده بود، مناطق از ولایت های حلب و بخش قابل توجهی از ولایت ادلیب در همسایگی حلب را در کنترل خود دارد. انستیتیوت بین المللی پژوهش های صلح استکهلم در تازه ترین ارزیابی سالانه خود در مورد ادامه روند کاهش جنگ افزارهای اتمی در گوشه و کنار جهان هشدار داده است. سپری میگوید تا یک سال گذشته از شمار جنگ افزارهای اتمی قدرت های بزرگ جهان کاسته شده، اما ادامه این روند با در نظر گرفتن اختلافات سیاسی و نظامی میان مسکو و واشنگتن با تردید روبرو است. با گفته این مرکز پژوهشی مستقر در سویدن، در سال 2019 میلادی روسیه، آمریکا و 7 قدرت اتمی دیگر 13800 جنگ افزار هسته‌ای در اختیار داشتند. با گفته انستیتوت بین المللی پژوهش های صلح استکهلم، کاهش ظرفیت زرادخانه های اتمی به طور عمده به اقدامات ایالات متحده و روسیه برمیگردد و هر دو کشور همچنان 90% کل تسلیحات نظامی اتمی جهان را در اختیار دارند. در حالی که روز یک شنبه 2 میلیون تن از جمعیت 7 میلیونی هنگ کنگ به اعتراضات علیه دولت این منطقه و سیاست‌های همسو با پکن پیوستند، صدها تن از آن روز صبح روز دوشنبه همچنان در جاده‌ها باقی ماندند. موج گسترده تجمعات و اعتراض‌های تازه در هنگ کنگ با اعتراض به لایحه استرداد مظنونان به چین آغاز شده است. معترضان نگران از زوال استقلال مدنی، قضایی و اجتماعی این منطقه از چین خواستار کنار گذاشتن لایحه شدند. اما معترضان نه تنها خواستار کنار گذاشتن لایحه به طور کامل هستند، بلکه بسیاری از آنها خوان کنارگیری خانم کری لیم شدند. بیننده های ارجمن، رسیدیم به لحظات پایانی این بسته خبری. سپاسگزارم از اینکه در این بسته خبری با نگاه بودید. بقیه وقتتان خوب. خدا نگهدار.